بینندگان گرامی، درود بر شما. به یه صفر و یک دیگه خوش اومدین. امیدواریم که از 10 دقیقه آینده لذت کافی رو ببرید. لطفاً با ما همراه باشید. روبیا سلمان که سابقه حضور در فولکس واگن و بوگاتی داره، به تیم طراحی استون مارتین پیوسته تا اولین شاسی بلند و دومین ابرخودروی موتور میانی این برند عرضه بشه. مقامات استون مارتین از استخدام توبیاس سولمن به عنوان مدیر بخش طراحی خارجی محصولات این برند بریتانیایی خبر دادند. سولمن به پشتوانه سالها تجربه طراحی در گروه خودروسازی فولکس واگن و اخیراً بوگاتی مسئولیت مهم طراحی یک خودروی سوپر اسپورت موتور میانی و چند مدل شاسی بلند آفرود استون مارتین را بر عهده خواهد گرفت. سولمن پس از ترفیع مایلز نورنبرگر به عنوانی بالاتر به ریاست بخش طراحی خارجی استون مارتین رسیده. سولمن و نورنبرگر هر دو به مارک ریچمن مدیر بخش نوآوری استون مارتین گزارش کار خواهند داد. سولمن پیش از این مسئول طراحی خارجی مدل‌های شامل سدان آرتئون، کراس‌اوور توارگ، مدل‌های مفهومی اسپورت کوپه جی تی ای، تی پرایم جی تی ای و چند خودرو از برندهای زیر مجموعه گروه خودروسازی فولکس واگن بود. او سال گذشته به مدیریت بخش طراحی خارجی بوگاتی رسید که البته تأثیر خاصی بر تنها محصول در حال تولید این برند نداشت. به همین خاطر سولمن نقش مهمی در بوگاتی ایفا نکرد. سولمن پس از استخدام ساشا سلیپانوف طراح بوگاتی شیران در برند لوکس و زیر مجموعه هیوندای جنسیس در سال 2016 به مدیریت بخش طراحی خارجی بوگاتی رسید. بر اساس برنامه قرن دوم استون مارتین که توسط اندی پالمر مدیرعامل این شرکت تایید شد، این برند بریتانیایی در سالهای آینده 7 مدل جدید به بازار عرضه خواهد کرد. 2 مدل شامل DB11 و نسل جدید وینتیج در حال حاضر رونمایی شدند. از 5 مدل باقی مانده DBS سوپر لگرا که جایگزین ونکویش خواهد شد و اولین شاسی بلند استون مارتین تایید شدند. البته بعیده که قلم طراحی سولمن شامل حال DBS سوپر لگرا و شاسی بلند استون مارتین بشه، چرا که اکنون این 2 مدل در مراحل پایانی ساخت به سر میبرند. احتمالاً اولین پروژه سولمن 39 ساله طراحی دومین سوپر اسپورت موتور میانی استون مارتین پس از ابرخودروی والکری برای رقابت با ابرخودروهای دنیا باشه. بر اساس شایعات ابرخودروی موتور میانی استون مارتین در اوایل سال 2020 رونمایی خواهد شد و در ادامه در حدود سالهای 2021 تا 2023 سدان سوپر لوکس لاگوندای استون مارتین احیا میشه. به نظر میرسه که طراحی دومین استون مارتین موتور میانی و رقابت با فراری و مکلارن مهمترین مسئولیت این طراح باشه. مرسدس بنز از آغاز عرضه نسخه ویژه نایت ادیشن AMG برای ون محبوب کلاس بی با قیمتی در حدود 66 هزار دلار خبر داد. مرسدس بنز در حال تغییر چهره یا فیسلیفت ون بی کلاس که از سال 2014 تا کنون تولید میشه. قبل از اینکه نسخه اصلاح شده ی ون مرسدس بنز کلاس بی آماده عرضه به بازار بشه، خودروساز آلمانی قصد داره از آخرین نسخه ویژه برای مشتریان علاقه‌مند رونمایی کنه.
سال آینده مرسدس بنز از مدل جدید رونمایی خواهد کرد، ولی نسخه ویژه ون مرسدس بنز در حال حاضر آماده فروشه. این محصول ویژه مرسدس بنز کلاس وی نایت ادیشن نام داره و بخشی از پیشرفت های دپارتمان AMG رو برای ون برمغان میاره. البته مشتریان نباید توقعات خودشون رو تا حد زیادی بالا ببرن، زیرا هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای در زیر کاپوت اتفاق نمیافته و همچنان از پیشرانه 2.1 لیتری توربو دیزل با 190 اسب بخار قدرت و 440 نیوتن متر گشتاور استفاده میشه. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرسدس بنز، میانگین مصرف سوخت بین 6.8 و 7.5 لیتر در هر 100 کیلومتر خواهد بود و میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن هم بین 179 تا 199 گرم در ازای هر کیلومتر برآورد میشه. اصلاحات بیرونی نسخه نایت ادیشن ون مرسدس بنز کلاس وی شامل سپر جدید جلو و عقب AMG، جلو پنجره مشبک رادیاتور جدید با 2 بادگیر در رنگ سیاه براق، رینگ های آلیاژی 19 اینچی AMG با طراحی 7 پره دوقلو، لوگوی نایت ادیشن روی بالهای جلو و پنجره های عقب رنگی میشه. با قدم گذاشتن در داخل کابین، چرم سیاه ناپا، داشبورد با تزئینات چرمی، پادری های مخصوص نسخه نایت ادیشن و لاینر سقفی سیاه رنگ جلب توجه می کنند. از دیگر تجهیزات استاندارد در ون مرسدس بنز کلاس بی شامل پکیج مخصوص پارکینگ همراه با دوربین دید 360 درجه است. نسخه ویژه نایت ادیشن در حال حاضر برای سفارش در آلمان برنامه ریزی شده، جایی که قیمت اون از حدود 66,099 دلار آغاز میشه. نسخه ویژه مرسدس بنز میتونه در مقایسه با خرید ویژگی های اختیاری مشابه به صورت جداگانه برای نسخه معمولی وی کلاس تا 2,751 دلار باعث صرفه جویی بشه. تحویل ون مرسدس بنز کلاس وی نسخه نایت ادیشن در ماه ژوئن سال جاری آغاز خواهد شد. اگه خریداران بخواند امکانات بیشتری نسبت به نسخه نایت ادیشن ون مرسدس بنز وی کلاس داشته باشند، تیونرهای شرکت کالکس دیزاین خوشحال خواهند شد تا آخرین پروژه خودشون رو روی ون محرک عقب مرسدس ارائه کنن. آنطور که کالکس دیزاین میگه، در مقایسه با مدل استاندارد در پروژه تیونینگ، از تغییرات بصری بسیار متفاوت و ویژه در فضای داخلی و خارجی ون استفاده میشه. که با یه 01 دیگه با ما همراه بودید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. تا هفته آینده، بدرود.